نشست وزرای خارجه کشورهای صنعتی پیشرفته موسوم به گروه 7 امروز در فیوجی ایتالیا آغاز شد. این نشست دو روزه با محوریت بحران‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین و درگیری‌های غزه برگزار می‌شود و وزرای کشورهای عرب هم برای بررسی آتش‌بس و بازسازی در غزه به این گفتگوها پیوستند. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر که این اجلاس رو دنبال میکنه. لیلی، با توجه به اولویت‌های نشست G7، چگونه این اجلاس میتونه احتمالاً در کاهش تنش‌های غزه و لبنان و همچنین تقویت حمایت از اوکراین مؤثر باشه؟ چند ساعت پیش اتفاق افتاد، یکی از محورهای گفتگوها همونطور که خودت هم گفتی بحران اوکراین هست. همونطور که وزرای گروه 7، گروه G7 تاکید کردن که باید به حمایت مالی و نظامی از اوکراین ادامه بدن، بریتانیا گفته که بزرگترین بسته تحریمیش رو بر ناوگان سایه روسیه اعمال کرده. این ناوگان سایه، منظور بریتانیا ناوگانی هست که به روسیه در واقع فروش نفتش رو از طریق اینها انجام میده و گفته که 30 کشتی جدید رو، 30 تانکر جدید رو به این لیست تحریم ها اضافه کرده بریتانیا. در مجموع 74 تا تانکری هست که تا الان تحریم شده و بریتانیا میگه که 46 کشور در جهان با بریتانیا هماهنگ هستند در این نظام تحریمی که جلوی روسیه رو برای داشتن درآمد از طریق نفت بگیرن و با اینها روسیه نتونه که پول بیشتری برای استفاده در جنگ، تأمین تسلیحات جنگی بتونه به دست بیاره و گفته که به این ترتیب روسیه بیشتر مجبور اتکا کنه به کشورهایی مثل کره شمالی و ایران که اونها هم تحریم هستن. این یکی از روش هاست. بحث دیگر بحث غزه هست. برای اینکه بتونن این هماهنگی ها رو انجام بدن، از وزرای خارجه بعضی از کشورهای عربی مثل مصر، اردن، قطر، امارات و عربستان هم دعوت کردن. اولا که بحث آتش بس رو دارن بررسی میکنن که چطور میشه مذاکرات آتش بس رو به سمت پیشرفت برد و همچنین طرحی به نام طرح روز بعد که برای آبادانی غزه یا اداره غزه بعد از حالا اون آتش بس احتمالی یا اتمام درگیری ها رو دارن بررسی میکنن که چطور میشه اعمال کرد. در کل حالا این کشورهای عربی هر کدوم از وزراشون در حاشیه این نشست صحبت‌هایی کردن و خواهان متوقف شدن حملات اسرائیل به غزه شدن به صورت فوری. یک مسئله دیگر هم که جدیداً اخیراً به سرفصل‌های این نشست اضافه شده، صدور احکام بازداشت برای نتانیاهو، در واقع رهبران حماس و نتانیاهو و وزیر دفاع سابقش هست که این هم یکی از بحث هایی هست که دارن نگاه میکنن، دارن بررسی میکنن که چطور این احکام بین المللی رو چطور میشه اجماع روش ایجاد کرد که بشه الزام آور بکنن در بین تمام کشورها اون رو. میدونیم که بلینکن هم در این نشست حضور داره. یکی از مباحثی که هست این که چطور میتونن سیاست‌های خارجی آمریکا رو دست کم در مورد غزه و اوکراین پیش از روی کار اومدن دونالد ترامپ بتونن تثبیت کنن در این روزها.